بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قیام کمیته قدس اتحادیه جهانی علماء اسلام به علماء و دعوتگران. این اتحاد عالمی یا اتحادیه جهانی علماء مسلمان، من نمیدونم چرا راجع به مشکلات اهل سنت ایران ساکته. هرچه بهشون میگیم فایده نداره. علتش نزدیکی افکار اخوان با شیعیانه، بخصوص اندر سیاسی. حالا چه باعث میشه که ساکت بشن؟ ظلمی را که نظام خبیث ولایت‌فقیه بر اهل سنت ایران و سوریه و عراق انجام داده، از نظام، از ظلم صهیونیست ها کمتر نیست، بلکه بیشتره. ولی در این مورد ساکتن متاسفانه. در این مقطع حساس و زندگی امت در این بره سرنوشت ساز از آرمان فلسطین و آینده مسجد الاقصا، خداوند متعال ما را با آنچه سفارش کرده می آزماید تا به حقایق قرآنی و دانشی که آموختیم عمل کنیم. عزیزان و سروران، عالم دین بودن فقط نشستن در صدر مجالس یا جای گرفتن در دلهای مردم نیست، بلکه رهبری، هدایت، تکلیف و امانت است. خداوند متعال این امانت را به شما سپرده و ادای آن را از شما می خواهد. خب یکی از اداش اینه که در مورد مسلمانان که ظلمی بر سر شما میاد گزینشی برخورد نکنید. حرف زدن بر علیه یهود، بر علیه صهیونیسم هیچ ضرری نداره، میشه راحت حرف زد. لیکن بر علیه ایران ولایت فقیه چه بسا که پیامد داشته باشه. ای کسانی که امین دین خدا هستید، هیچ بهانه‌ای برای سکوت در برابر کشته شدن برادرانتان ندارید. کاملا درسته. در بیان حکم خداوند در وجوب جهاد با اشغالگران جنایتکار گریزی نیست. در بسیج مسلمانان سراسر جهان برای حمایت از برادران فلسطینی و پاسخ و فریاد فرزندانشون هیچ عذری نیست، چرا که خداوند متعال فرموده لتبینن للناس ولا تکتمون. خب این شامل شیعیان هم میشه، فقط شامل صهیونیست ها نیست، شامل صهیونیست های خطرناکتر از اونا هم میشه. تا آن را برای مردم آشکار بسازید و کتمان نکنید. اولین وظیفه ای که خداوند بر دوش علما نهاده است بیان است. درسته؟ ما با وجودی که از 30 سال پیش اون چرا که میدونستیم به شما رسوندیم، یک بار ندیدیم که شما این بیان رو در مورد ایران، در مورد اهل سنت ایران انجام بدید. متاسفانه با کمال تأسف، اگرچه دلهاتون با ماست ما میدونیم، لیکن چه فایده بیانتون چرا با ما نیست؟ پس حکم خدا را بیان کنید و مردم را از آن چه خداوند در این شرط حساس بران واجب کرده است آگاه کنید. ای حافظان کتاب خدا، وظیفه که قرآن به ما می آموزد این است که مقام نبوتی را که به ارث برده اید مستلزم ترغیب به مؤمنان به جنگ است. یا ایها النبی حرض المؤمنین القتال، ای پیامبر مؤمنان را به جنگ برانگید. پس آنچه را که پیامبرتان انجام داد انجام دهید و مؤمنان را به جنگ ترغیب کنید. هر یک فراخور جایگاه و توانایی که دارد حرکت کند. خب این حرف خوبیه، لیکن چرا یک بار همین موضوع را در مورد شیعیان نگرفتید؟ در مورد صهیونیستایی که روی اسرائیل رو سفید کردن یک بار این موضوع رو نگرفتید؟ شاگردان خود را تشویق کنید، مریدان خود را راهنمایی کنید، مردم را بر طلب ثواب ندا دهید، سقف خطاب را بالا برید و آن را با آیات کتاب و روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله آراسته سازید. بله علمای عزیز، امروز جهاد با پول یک واجب فردی است و هیچ مسلمانی نمیتواند آن را ترک کند و در دادن آن بخل بورزد. این یک نوع جهاد با نفس است که مؤمن به عنوان نماینده امت در رکاب مجاهدین و همسو با مقاومت در برابر اشغالگری در آن شرکت کند. حرکت شما در میان مردم و ترغیب آنان به جهاد با پول و مال بخش مهمی از رسالت شماست و چون شما برای این کار از همه تواناترید.
علما و اساتید گرامی، از ناموس مجاهدان دفاع کنید و آنان را تومه تحریف و سردرگمی قرار ندهید. این حرفا کاملا درسته. کاش که کلمه‌ای ها هم یه خورده غیرت میکردن، همون غیرتی رو که بعضی از یهودیان ضد اسرائیل انجام میدن. تا صهیونیست‌هایی که در این سالها همراهشون بودن تصفیه کنند و بیشتر از این در این زلالت، در این راه نادرست ادامه ندن. علما و اساتید گرامی، از ناموس مجاهدان دفاع کنید و آنها را تومه تحریف و سردرگمی قرار ندهید. اگر انتخاب آنان برای شما در اولویت نبود، معذورشان دارید. و اگر خواستید آنان را سرزنش کنید تا کنار رفتن ابرهای سیاه جنگ از آسمان شهر آن را به تعویق اندازید و شرایط پیچیده آنان را درک کنید. از آسمان شهر آنها را و اینطوری. ای علمای ربانی، آیات جهاد برای مردم تلاوت و تفسیر کنید. احادیث جهاد را برای مردم بخوانید. و اینا که تکراریه. کمیته قدس، اتحادیه جهانی علمای اسلام، اولین جمعه پس از شروع طوفان رافضی، ببخشید طوفان اقصا.